خدا رو شکر. سلام، حالتون چطور؟ بفرمایید. حالتون خوبه دیدیم. پس شروع کنیم. شب چه خبره؟ میشه the only artists are Iranians and that's it. دیگه نمیتونه آرتیست باشه. قولت سمر بود چیز داشتون گفتش که هیچکی مثل ما نمیتونه آرتیست باشه. باشه، پس ما میخواییم با این شروع میکنیم، یعنی که بذارید شروع کنیم. بعد هفته پیش رو یادتونه بذارید خوب کنیم. هفته پیش یه شعر حافظ خوندیم که فکر کنم این یه دری رو برای ما باز کرد. منم دوست دارم هر هفته یه شعر حافظ رو از این بعد بخونم، چون فکر میکنم ما به جایی رسیدیم که شعر حافظ رو میتونیم بهتر بفهمیم. به خاطر همین نمیدونم نظرتون چیه، ولی فکر میکنم همه یه جورایی آشنایی با تمام واژه ها داریم الان، خیلی راحت تر میتونیم اینا رو متوجه بشیم. این هفته پس شعر حافظ ما میخونیم. بعد یه بتونم بچنم این چیزا رو جدی بگم. ما هفته پیش اگه یادتون باشه صحبت سر اون کسی بود که رفته بود و به شعیب، راستی شعیب از من پرسیده بود هفته پیش. شعیب یه پیغمبریه که این در زمان حضرت موسی، یعنی قبل از حضرت موسی میاد به وجود، یعنی به نبوت میرسه. بعد ایشون جوری که براش معروف شدن اینه که قومی که ایشون بهشون مبعوث شده بودن خیلی ملامت میکردن ایشون و خیلی هم انکار میکردن و اذیتشون هم خیلی میکردن. به خاطر همین ایشون به عنوان یکی از اولیاء الله آخر سر اتفاقی میرسه قومشون مورد غضب قرار میگیره و از بین میره. شعیب مثل اینکه دو تا دختر داشته که یکی از این دختراش به همسری موسی در موسی پیامبر و این داستان حضرت شعیب اینه. بعد ما هفته پیش دنبال جریان انسان کامل رو بیشتر اومدیم جلو و یادتون باشه صحبت ها رو هم کردیم که از یه داستانی شروع شد که یه بابایی میاد به یکی دیگه میگه که ببین فلان شیخی که این شیخ ماست رو بیا بهت نشون بدم که این یه جایی داره شرابخوری میکنه، یه کاری داره میکنه با این برنامه ها. بعد مولوی هم حرفی که میزنه میگه که خوب نیست که من اولیاء الله رو شما مسخره بکنید یا بهشون شک بکنید، که باز برمیگرده به اون بحثی که ما چجوری میتونیم اولیاء الله رو پیدا بکنیم و بفهمیم کیا هستن و بعد اونجوری هم یعنی به طور درستی هم بتونیم راجبشون قضاوت کنیم. بعد دو سه تا نکته بود هفته پیش، اونا رو سریع راجبش صحبت کنیم. یکی این که میگه بی حد و پیش بی حد هرچه محدود است لاس، یعنی اینا یه آدمایی هستن که حدی ندارن. پیش بی حد هرچه محدود است لاس، یعنی محدود به وجود نیومده، لا لای نفیه،
کل شیء غیر وجه الله فناست، یعنی هر چیزی که غیر از صورت خداوند باشه یا صورت حق باشه فناپذیر، از بین رفتنی. کفر و ایمان نیست آن جایی که اوست، زان که او مغز است و این دو رنگ و پوست. سلام علیکم. صحبت یعنی کفر و ایمان رو بغل هم میذاره اینجا. هفته پیش هم راجبش صحبت کردیم. میگه اون جایی که اون هست، حالا اون یعنی اون انسان کامل که صحبتش رو میکنیم، که صحبت کردیم اینا اولیاء الله هست. میگه وقتی اونایی که اونجا هستن به مقامی که اینا رسیدن، کفر و ایمان دیگه باهاشون کار نمیکنه. این وسط کفر و ایمان نیست آن جایی که او، زان که او مغز است و این دو رنگ و پوست. این آردی واصل شده، آردی رسیده، یعنی اون تماس برقرار شده، اون کانکشن به وجود اومده، دیگه صحبت کفر و ایمان نداره. این فناها پرده آن وجهه گشت، چون چراغ خفی اندر زیر تنش. یه بقیه این چیزا که فناپذیره، که لفظاً یا تعریفاً تو دنیای مکان و زمانی ما کفر و ایمان طبق حرفی که مولوی میزنه یه چیز تعریف پذیره، یه اینا دیگه به درد نمیخوره و به خاطر همین دیگه اون کسی که واصل شده دیگه به اینجور به این جریان ها فکر نمی کنه. بعد بقیه قصه ابراهیم ادهم اون صحبتش رو کردیم که این شیخی که اومده بود و ایشون رو دیده بود، خب کلی هم متعجب شد. و بعد صحبت تعریف آدم هایی که به این مقام رسیدن، به این مقامی که اولیا باز دارن، صحبت همش صحبت اولیاست. و دوست دارم اینم ما باهاش اونس بگیریم که اولیا رو اینجا اگه بخوایم صحبتشون رو بکنیم یعنی انسان های کامل. خب یه حرفی میزنه، میگه دائم آتش را بترسانند از آب. میگه همیشه آتش رو از آب میترسند. آب کی ترسید هرگز از آب؟ آب که از آتش نمیترسند. هرچی بخوان بهش بگیم روت رو میان آتش میریزن بریزن، فرقی براش نمی کنن. در رخ مه ایبینی میکنی. حالا صحبت سر کسایی هست که اولیاء الله رو نمیشناسن. میگه تو صورت یک همچین ماهی تو دنبال عیب میگردی. در رخ مه عیب بینی میکنی، در بهشتی خارچینی میکنی. تو بهشت اومدی دنبال خار میگردی اینجا. گر بهشتن در روی تو خارجو، اگه تو تو بهشتی و دنبال خار میگردی، بهره هیچ خار آنجا نیابی غیر تو خودت خاری. به خاطر اینکه نه جاشو میشناسی که کجایی، نه بهشتیان رو میشناسی که کیا هستن و دنبال خار میگردی. ببخشید. بله. این قراره که ما ببینیم؟ نه، این ریویو هفته پیشه. اوکی. هنوز. شماره چندی؟ الان شماره بیتش منظورتونه. آها. الان خدمت. Okay.
نزدیک 3339 اون طرف هاست. حالا من آفاد منور شدن عارف به نور غیب بگیم. این دعوی کردن در آن شخص که خدای تعالی مرا نمیگیرد به گناه و جواب گفتن شعیب علیه السلام. و اونجا تو این داستان داستانشو پیدا کردم. بله. بله مرسی. خلاصه حالا از اینجا که جلو بریم، بعد یادتون باشه از خلاصه صحبت صاحب دلان بود و یه چیز دیگه هم گفتن که اوکی، ماها اگه قرار صاحب دلان رو هنوز پیدا نکردیم یا هنوز نمیشناسیمشون، یه جوری سعی کنیم با یه حداقل از دور باهاشون یه پیوندی برقرار کنیم، یه جوری باهاشون نزدیک بشیم. و میگه گرچه دوری دور می جنبان تو دم حیث ما کنتم فولو وجه کن. یعنی این آیه قرآن سوره بقره آیه 144 که میگه هر جا که هستید روتون رو به طرف این صاحب دلان کنید و باهاشون سعی کنید یکی بشید. بعد مثال زد دیگه، چون خری در گل فتد از گام تیز، دم به دم جنبد برای عزم خیز. میگه ببین اگه یه خری بیفته توی گلولایی بخواد به خاطر اینکه مثلا خواسته تون تر یه جایی برسته، برای اینکه بتونه از اینجا در بیاد شروع کنه دست و پا زدن. ما بعضی موقع ها یعنی نشان برای کسایی که انسان های کامل نیستن میگه خبر نداری تو گلولای افتادی و نه تنها نمیخوای بیرون بیای، دنبال فرصت هم میگردیم یه کمی دیگه هم به من وقت بده. میگه چون جای را هموار نکند بهر باش، داند او که نیست آن جای معاش. خره خبر داره که اینجا جای موندن نیست. حس تو از حس خر کمتر بوده است که دل تو زین وحل ها بر نجست. وحل میشه گلولا. در وحل تعویل رخصت میکنی، تو گلولایی که هستی دنبال وقت میگردی، چون نمیخواهی که از آن دل برکنی، نمیخوای از این گلولای بیای بیرون. که این روا باشد مرا، من مضطرم، حق نگیرد عاجزی را از کرم. میگه من اینجا به اضطرار I have to be here، به خاطر همین از اینجا بیرون نمیام. خودتو گول میزنی، من مضطرم، اضطرار دارم. It's an emergency for me، I have to stay here. ریفر میکنه به چی؟ به آیه قرآن که میگه وقتی که در ضرورت باشه انسان میتونه گوشت مردار و خوک و اینا رو بخوره. میگه اینا همشون به خودشون حیله میزنن که من ضرورت دارم. I have to be here. That's why دنبال وقت بیشترم میگردم. این روا باشد مرا، من مضطرم، حق نگیرد عاجزی را از کرم. خود گرفتستت شد تو چون کفتار کور، این گرفتی را نبینی از غرور. اصلا نمیفهمی که مثل کفتار کور نشستی و بقیه دور و برت هم خبر نداری چه اتفاقی میفته. حق نگیرد عاجزی را از کرم یعنی داره اون کسی که بهونه داره میاره، داره برای اینکه مثلا منو توجیه هم بیشتر بکنه، میگه مگه خدا نگفته اگه من عاجز باشم میتونم این کارو بکنم؟ من عاجزم. صحبتش اونه. bringing up excuses. مرسی. بعد داستان بعدی که صحبت کردیم راجع به شعیب بود که در امر عهد شعیب هم یه آدمی اومد و و گفتش که من گناه کردم برای خودم به اندازه کافی، ولی خدا منو میبخشه، کاری با من نداره. که صحبت شعیبم چی بود؟ کی یادشه اینو؟ این یکی رو دیگه باید یادتون باشه.
چی گفته؟ خدا چی گفت؟ چی گفت؟ اینم همین بود. ولی کلن خدا گفت چی کارش کردم من اینو؟ این فکر میکنه من کاریش نکردم. در صورت که وقتی صحبتم این بود که قبل از اون، قبل از اون یه چیزی رو خدا گفت، یعنی به شعیب میگه چی؟ میگه حق تعالی گفت در گوش شعیب در جواب او فصیح از راه حی که بگفتی چند کردم من گناه؟ میپرسی من گناه اینقدر کردم و از کرم نگرفت در جرمم اله؟ خدا منو هیچ، یعنی there was no consequences about what I did. عکس میگویی و مغلوب ای صفی، میگه بهش بگو برعکس دیدی این مسئله رو، اتفاق برات افتاده. ای رها کرده رها بگرفته تی، یه راه ول کردی دنبال بیابون میگردی. چند چندت گیرم و تو بیخبر در سلاسل مانده ای پاتا بسن. خودت تو زنجیر بیخبرم نده از سر تا پا. بعد میگه چی؟ میگه زنگ تو بر تو، زنگ تو بر توت ای دیگ سیاه، کرد سیمای درونت را تباه. گفت این کارا رو که کردی درون دل تو زنگ زدی، زنگ زده تو در تو، layers and layers of corrosion of heart is still in your heart. خب layers and layers تو در توه. بر دلت زنگار و بر زنگارها جمع شد تا کور شد از اسرارها. دلت زنگار رو زنگار داره تا اینکه دیگه هیچی نمیبینی. گر زند آن دود بر دیگه نوعی آن اثر بنمایه در باشد جوی، زان که هر چیزی به زد پیدا شود بر سپیدی آن سیاه رسوا شود. یه مثال که اگه دیگه نوعی داشته باشی، یه دونه قابلمه نو باشه، اگه یه کمی روش دود بشینه کانترستش رو میتونی ببینی، ولی این دیگه تو اینقدر سیاهه هیچ کانترستی به وجود نمیاد. You can't tell. بعد چی گفت؟ آخرش رو فکر کنم دیگه یادتون باشه. خب یک نشان گفتش چیکار کردم باهاش؟ بگو. چی گفت؟ ستارم نگویم رازهاش، من ای پوشم. I don't tell people secrets. اینو خدا جز یکی رمز از برای ابتلاش، فقط یکی رو میگم که خودش بدونه که چه خبره باهاش، چه اتفاقی چیکار کرده با خودش. یک نشانه آن که میگیرم ورا، آن که طاعت دارد از صوم و دعا و از نماز و از زکات و غیر آن، لیک یک ذره ندارد ذوق جان. میگه نماز میخونه، زکات میده، روزه میگیره، همه این کارا رو میکنه، ذوق جانش رو ازش میگیره، لذت نمیبره از این کارا، ذوق نمیکنه. دیدین یه چیزی رو ذوق میکنین اصلا you can't wait to get there، این براش burden میشه همه چی. این اشاره که شروع کردم برای من میگم خیلی مشکل شما که متوجه بشید که برای کاری که داری میکنید ذوق جان دارید و کار انجام میدید، ولی اینجا که میگه ذوق جان چیه؟ داری میگه نمازشی میخونده، زکاتشی میداده، کارهایی که محموله و باید میکرده، ولی این حالا ذوق جان اینجا چه نقشی بازه، چجوری متوجه میشه؟ برای که
ببینید که ما نماز می‌خونیم دلار است و وقتی شدیم به دنیای واقعا شاید خیلی‌ها نمی‌دونن که همون اونتون هم با از صمیم ریایی یا نه همین حرف رو داره حرف شما رو قشنگ داره این میزنه exactly what you're saying. حالا یه سوالی میکنم ازتون یه کاری رو مجسم کنین که نسبت بهش ذوق داری یه کاری که میگید من اصلا I can't wait یه مثال کوچیک بزنم برای این کلاس چهارشنبه من I can't wait to get here on Wednesdays من خودم یعنی نه دلیلش به خدا انرژی شما یعنی این کلاس برای من چیز داره خب I love it این ذوقمه خب آیا من همین ذوق رو میتونم موقع نماز داشته باشم برای اونایی که این صرف مثالی که اینجا داره مولوی میزنه آیا من وقتی میخوام به یک کسی دیگه کمک بکنم همچین ذوقی دارم که اصلا نتونم خودم رو کنترل کنم برم که فقط کمک کنم چشم داشتم نداشته باشم دنبال تبریک و قدردانی هم نباشم فقط برم کار خودم رو بکنم من معتقدم ماها ماشاءالله خب بالاخره یه عدتون نوه دارید بچه دارید من میدونم کسایی که بچه دارن برای اینکه برن اینو ببیننش اصلا دست از پا نمیشناسن خب پس همون احساس رو ببینید آیا کارهای دیگه هم همین احساس رو باهاش دارین این خیلی راحته بخواییم نگاش بکنیم از لحاظ چیزی واقعا یه عده دعای کامل دوست دارن اصلا منتظرن پنجشنبه بشه ماه رمضان یه عده ماه رمضان دوست دارن منتظرن این ماه بیاد ببینید این ذوق اینه بزنیم کنار مسائل دنیویش همین دنیای خودمون همین که من مثلا بتونم از خودم به یه کسی دیگه کمکی برسونم کارم برای کارش آدم میتونه ذوق چی میگن الان تو این دنیا یکی از فریزایی که you hear a lot میگن live with passion یعنی چی ذوق داشته باشه this is what this means مولوی 800 سال پیش گفت تو یه مثال یه کالبد یه مثال دیگه امسال الان هم دارن همین میگن live with passion آدمایی که دنبال الان کانسلر مدرسه وقتی میخواست صحبت بکنه با یه بچه که مثلا رشته انتخاب بکنن اولی حرف که میده تو از چی خوشت میاد از چی ذوق میکنی آیا دوست داری درا کنی آیا دوست داری ساز بزنی آیا دوست داری نمیدونم محاسبه کنی از چی خوشت میاد سو ذوق اینه یعنی ببینید صحبت و مرسی که اینم گفتید صحبت این ما جان ما تو همه لول ها قراره برا ما کار بکنه اینو فقط جریان مذهبیش یا اعتقادیش رو نگاه نکنید صحبت زندگیه It's living We live پس live with passion هر اتفاقی که میفته do it with passion همه مایکل فلپس رو میدونید کیه right? اینا که یه عالمه مدال برده و فلان درست شناگره یه دفعه دراش اسکجوالش رو میگفت که من چجوری اسکجوالم در روز چجوریه این آقا صبح که بلند میشه نزدیک 10 ساعت فقط ورزش میکنه فقط تو آب 10 ساعت بعدش هم میاد نمیدونم 4 تا همبرگر رو نمیدونم 20 تا پنکیک رو اینا میخوره چون احتیاج داره He needs 8000 calories during the day که بتونه واقعا چیز کنه ولی صحبت پشنشه He does that every day این ذوقه حالا ما ایشالله برای همه چی اون ذوق داشته باشیم چرا که نه؟ به هر حال یک نشان آن که میگیرم ورا آن که طاعت دارد از صوم و دعا و از نماز و از زکات و غیر آن لیک یک ذره ندارد ذوق جان میکند طاعات و افعال سنی لیک یک ذره ندارد چاشنی
یه ذره مزه نداره واسهش، چاشنی نداره، نمک نداره، اینه غذا بی نمک میمونه. طاعتش نغز است و معنی نغز نی، جوزها بسیار و در بی مغز نی. مغز توش نیست، اسنس نداره، جوهر نداره. بعض موقع خودش هم میمونه چرا داره این کارو میکنه. ببینید همه تو ایران یه آهنگی بود صحبت محمد نبودی ببینی و میکردن، یادتونه؟ حالا جوکش هم هست میزنم، ولی یه بابایی بود که این وقتی که خرمشهر محاصره شد، محمد جهان‌آرا بود اسمش، و این با یه سری آدم ها وایسادن و از خرمشهر دفاع کرد. یه ذوقه 20 روز سور کشید، نمیتونستن بیان تو صدام با تمام توپ و تانکش. این ذوقه، هر کاری میکنی با ذوق بکن. شما همه تون این اصطلاح رو شنیدیم، پدرهای همه به بچه هاشون همه گفتن اگه میخوای سپور هم بشی، گفتم بهترین سپور بشو. قبوله؟ من این رو از همه شنیدم. Just do it to your best. بعد حالا بقیه قصه طعنه زدن آن مرد بیگانه در شهر. پس داره برمیگرده دوباره به اون داستانی که صحبت اون طرف بود که به اون به یه شیخی میخواد طعنه رو بزنه، یعنی اومده به مرید شیخ گفته بیا ببین شیخه چی کار داره میکنه. آن خبیر در آن خبیث از شیخ میلابید جاج نظرت آن خبیث از شیخ میلایید جاج، جاج یعنی سخن بیهوده. کجنگر باشد همیشه عقل کاج، کاج هم یعنی عقلی که درست نمیبینه، درست کار نمیکنه. که منش دیدم میان مجلسی، صحبت این شیخ رو میکنه. این شیخ تو این داستان ریزمبل میکنه یه انسان کامل، a complete human being. So somebody is making is trying to make him look bad. خب که منش دیدم میان مجلسی، من توی مجلس اینو دیدم، یعنی شیخو دیدم، شیخو دیدم، بله. اوز تقوا آری است و مفلس. این طرف که تقوا نداره که هیچ، مفلس هستن. آدم یه نیست که بهش روش حساب بکنی. ور که باور نیستد خیزم شبان، تا ببینی فسخ شیخت را عیان. میگه اگه باور نمی کنی همین امشب پاشو بریم، من این فسخ، این فسخ و فجور این طرف رو امشب بهت نشون میدم. فسخ یعنی چی؟ فساد. شب ببردش بر سر یک روزن، گفت بنگر فسخ و اشرت کردن. میبرته شب پشت یه جایی، یه سوراخی بوده، میگه از این سوراخ نگاه بکن ببین he's partying basically. درسته. بنگران سالوس روز و فسق شب، روز همچون مصطفی شب بوله. یه نگاه بکن این آدم که در طول روز، سالوس یعنی تزویر و ریا، ریا میکنه، خودش رو یه جور دیگه نشون میده، و شب فساد میکنه. یه مثال دیگه میزنه، میگه روز مثل مصطفی پیغمبر اسلام میمونه، شب مثل ابولهب میمونه، که یه سوره قرآن هم براش هست، تبت یدا ابولهب البتر. درسته. روز عبدالله او را گشته نام، شب نعوذ بالله و در دست جام. صبح اسمش عبدالله، شب میگه پناه بر خدا، و این جام می و دستش میگیره. دید شیشه در کف آن پیر پر. دید شیشه در کف آن پیر پر، گفت شیخا
مرد تو را هم هست قر. قر اینجا یعنی ایلی، یه مریضی. طرف میره به شیخ میگه که آخه شیخا تو هم مریضی، تو هم آخه اینجوری تو زرد از آب در اومدی، بیسیکلی تو نمیگفتی که در جام شراب دیو میمیزد شتابان ناشتا؟ میگه مگه تو نمیری به ما میگی که در جام هر جام شراب، جامی که باهاش شراب میخوریم، شیطون هر روز صبح ناشتا نجاست میکنه. اینجا ناشتاب اون ناشتاست، یعنی بیفور برکفست، right؟ گفت جامم را چنان پر کرده اند کندرو اندر نگنجد یک سپن. شیخ جواب میده، شیخ میگه که ببین این جام منو از نور الهی، what he's referring to is anything but me، نور الهی چنون پر کردن کندرو اندر نگنجد یه سپ اسفند دیگه توش نمیتونه جا بشه، اینقدر این جام من پره. کجاشو شما میگین الهی؟ سب کنید بهتون میگم، چون دو سه بیت دیگه مشخص میشه. بنگر اینجا هیچ گنجد ذره ای، این سخن را کش شنیدی قره ای. قره یعنی فریب خوردن. میگه ببین این جام من نگاه بکن، چیز دیگه توش جا میشه؟ حرفو درست نشنیدی فلانی، به گولت زدن. جام ظاهر خمر ظاهر نیست این، دور دار این را ز شیخ غیبی. اینجاست که داره بهش میگه، بگه ببین یه چیزی رو تو داری ظاهرش رو میبینی، just look at it and you feel this is me، این شرابه، شراب نجسه، ولی اون چیزی که تو فکر میکنی این نیست. خب دور دار این راز شیخ غیبی. اگه تو میگی من غیبینم، یادتون باشه صحبت اولیا رو که کردیم، گفتیم اولیا کسایی هستن که تو دفتر اول هم صحبت رو کردیم که اینا میتونن بر دلهای آدم ها اینا سواره و میتونن عوض کنن یه سری سیرکومستنس ها رو واسه شون. جام می هستی شیخ هستی فلی، کندرو اندر نگنجد بول دی. حالا مولوی داره به اون طرف یه حالتی طعنه میزنه که میگه ببین این جام می که دست این شیخ میبینی وجودشه، وجود یه انسان کامله. وجود یه انسان کامل، یکی از اتفاقایی که افتاده، انسان کامل is connected، واصل شده، یعنی به حق این واصله، به اون کل واصله. جامعه هستی شیخ هست ای فلیف، فلیف یعنی بیسود، بیهوده، آدم بیهوده بود. کندرو اندر نگنجد بولدی. میگه ببین تو این تو نمیتونی بگی نجاست یه دیو توش میتونه بگنجه. پر و مالا مال از نور حق است، این جامی که دستشه نور حق توشه، پر و مالا مال از نور حق است. جامتن بشکست نور مطلق است، جامتن بشکسته نور مطلق است. این از تنش اومده بیرون، این دیگه محدودیت نداره، محدودیت تنی نداره، این دیگه پایبند اتچمنتاش نیست، نور مطلق است. چرا نور مطلقه؟ چون رسیده به اون، چون اتچ شده، واصله به اون کل اصل. نور خورشید در بیفتد بر حدث، حالا مثال میزنه، میگه اگه نجاستی یه جا باشه نور خورشید بهش بباره، if the sun
you know, sheds light on it, on some dirty shit. Okay. او همان نور است، نبزیرد خبس. نور که چیزیش نمیشه، نور که کثیف نمیشه. پس ببین، ما اینجا اولیا رو باید بشناسیم. یه سری به همون تا اینجا به ما یه سری نشونی های اینا رو داده، یا پیداشون باید بکنیم یا پیداشون نمی کنیم. از دور باید پیداشون کنیم، باید بگردیم اینا رو پیدا کنیم. شیخ گفتین خود نه جام است و نه می، هین به زیرا منکرا بنگر ببه. میگه ببین که دست منه این جام و می نیست، باورم نمی کنی؟ بیا نگاه، ببین چیه اینجا. آمد و دید انگبین خاص. طرف هم میاد نگاه میکنه، میبینه این شهد و شکر توشه، شهد و عسله، انگبینه، سکنجبینه. آمد و دید انگبین خاص بود، کور شد آن دشمن کور و کبر. یعنی بیسیکلی اینجا داره میگه کور بشه چشی که نتونه ببینه، یا یه حالت چیزی. میگه ببین، از گفته خودش پشیمون شد. گفت پیران دم مرید خیش را، رو برای من بجو می ای کیا. حالا این طرف یادتونه مرید شیخ هم بوده دیگه، یه بابای دیگه حالا این رو آورده بوده، ولی مرید شیخ بوده طرف. بهش میگه حالا ببین میدونی چیه، رو برای من بجو می ای کیا. میگه حالا برو دنبال، واقعا دنبال می برا من. من دنبالت، من الان شراب میخوام، برو دنبالش. که مرا رنجیز مزتر گشتم. دوباره اینجا صحبت مزتر شدن رو میگه که چیه؟ من الانه حالا یا گرسنم خیلی زیاد یا ضرورت داره، خلاصه الانه من میتونم می بخورم. درسته؟ تو داستان قبلی هم گفته بود صحبت مضطر شدن رو، که اگه تو دین اسلام ضرورت داره شما میتونی گوشت مردار بخوری، گوشت خوک بخوری، این چیزا. اینم میگه الان من مضطر شدم، برو برا من می بیا. شیخ به مریدش، خب، که مرا رنجیست مضطر گشتم، من ز رنج از مخصمه بگذشتم. من الانه این وسط مخمسه، یعنی مخمسه، ببخشید، مخمسه یعنی وقتی شکم آدم میره تو اگر گرسنش باشه بهش میگن مخمسه. یعنی this is what it means here. بعضی وقتا مخمسه میگن مثلا اینجا گرفتار شده. اینجا به من میگه شکم هم اینقدر چیزه رفته تو شکم پایین. آره، من هنوز مخمسه مثلا گرفتار نشده. در ضرورت هست هر مردار پاک، بر سر منکر ز لعنت باد خاک. میگه ببین اگه ضرورت باشه مردار چیز پاکیه، میتونه آدم بخوره، هر کی هم اینو بخواد دینایش بکنه خاک تو سرش. من 10 دقیقه گذشت فکر کردم از ضرورت تو بی کل محجوبات. این از ضرورت یادم نوشته بودم، نقطه گذاشته بودم، راحت شد. در ضرورت هست هر مردار پاک، بر سر منکر ز لعنت باد خاک. گرد خمخانه برآمد آن مرید. این مرید هم گفت خب پس دیگه شیخ ما دنبال چیزه، رفت توی سلر دیگه، واین سلر اینجا. خب بحر شیخ از هر خمی او میچشید. رفت دنبال چیزی که بالاخره برای آره دیگه، گفته خب براش یه دونه می خوب بیارم. از هر خمی هم می میچشید. در همه خمخانه ها او می ندید، گشته بود پر از عسل خم نه. شراباشون سرکه شده،
خب نه از عسل همشون همه اون انگبین همشون شیرین شده بودن مثل عسل مثل پیور هانی. گفت ای رندان چه حال است این چه کار هیچ خمی در نمیبینم اقام. میره به اون آدمایی که تو میخونه بودن اونا که دیگه شیخ نبودن میگه بابا چه برنامه چیه من می پیدا نمی کنم اقارم یعنی می مشروب میگه من دنبال این میگردم پیدا نمی کنم. جمله رندان نغز آن نزد آن شیخ آمده چشم گریان دست بر سر می زدن در خرابات آمدی شیخ عجل جمله میها از قدومت شد عسل. اینا رندان، رندان کیان؟ رندان کسایی هن که الواتن و حالا تو داستان این البته ببخشید من حواسم باید باشه چون رندان آره رندان در مقام عرفانی آدم های بالایی هن. اینجا صحبت آدم هایی هن که درجست آره دیگه درجست در این مثلا بار جوبرو هم برید رندان اونجا میدید خب جان کم بریم بزنه اصل بخوریم اصل بخوریم میتونی اصلش کنی باشیم ما هنوی مرحله شیف نرسیم برسیم میشیم خب دیگه در خرابات آمدی شیخ عجل عجل یعنی بزرگوار جمله میها از قدومت شد اثر کرده ای مبدل تو می را از حدث جان ما را هم بدل کن از خبث. میگن ببین تمام میها رو اومدی از نجاست تبدیل به عسل کردی یه کاری بکن جان ما هم بتونه یه همچین تحولی بگیره. پس اگه عید یه ماه پیش بود شما ها گفتید یا مقلب القلوب و الابصار این یه همچین دعایی گر شود عالم پر از خون مال مال کی خورد بنده خدا الا حلا. این داره یه مثال میزنه میگه ببین اگه دنیا پر خون بشه مال مالم یعنی مالا مال یعنی پر پر باشه اونی که بنده انسان کامله حلال میخوره یعنی چی؟ یعنی اون قابلیت اینو داره که اون چیزی که دورو برشه به به نحو احسن تبدیلش کنه. من یه این میتونه یه معنی دیگه هم داشته باشه که اون کسی که کامله به خدا ایمان داره در صلح و صفای روحی زندگی میکنه هیچ وقت اون مضطر نمیشه که بخواد خودشو دست پاچه بشه و مثلا به چیزای نام. چرا مستر نمیشه؟ به خاطر اون ایمانی که داره، به خاطر اون کانکشنی که داره، به خاطر اون خلوص نیتی داره، به خاطر اون پیس آف مایند پس به خاطر اون اطمینان قلبی که داره چون به وصال رسیده به خاطر همین He will never be in the position of losing control by all means. حالا ما انسان کامل رو اگه یادتون باشه اول من سعی کردم یه تعریفی از انسان کامل جلسه‌های اول هر کسی اومده بود بدم که یه انسان کامل میتونه خوب صحبت کنه خوب بشنوه خوب ببینه خوب بو کنه رزق حلال اینا یه سری کرکتر هاست که اینا رو تو دفتر اول مولوی زیربناشو گذاشت و الان داره یه نشونه های مزید بر اون داره میده که ببینید به این علت من میگم انسان کامل برای مثال باید خوب ببینه باید برای مثال خوب گو کنه خوب بشنوه و چیو باید بشنوه شعیب چیو شنید وقتی که پیغام سروشو میشنوه میتونه به طرف حرف بزنه وقتی پیغمبر اسلام پیغام سروش رو میشنوه میتونه بگه من در مسجد ازرار
نماز نمیخونم. اینا مثال هایی که مولوی میزنه و حرفی هم که داره پشوند اینا اینه که این چیزا ایمپاسیبل نیست. هنوز دینای یعنی صحبت این نکرده که اینا غیر ممکنه. نه بهش رسیدنش غیر ممکن نیست و همچنین شنیدن راجبش هم نمیتونی انکارش بکنی چون هست. حالا ما دو تا داستان دیگه داریم. It actually talks about this further. گفتن عایشه مصطفی را علیه السلام که تو بی مصلا به هر جا نماز میکنی چون است. پیغمبر اسلام زنش عایشه است، یکی از زنهاش، و عایشه بهش داره اعتراض میکنه که تو هر جا میخوای وایمیسی نماز میخونی، به خاطر اینکه در دین اسلام نماز جایی هم که وایمیسی میخونی شرط داره، باید پاک باشه، قصبی نباشه، نمیدونم، خلاصه جلوی عبور و مرور مردم رو نگیره. این شرط های اونجاییه که آدم مسلمون میخواد نماز بخونه. میگه تو چرا نمیری مصلا، چرا نمیری مسجد، یه جایی که جای نمازه، درسته؟ میگه عایشه روزی به پیغمبر بگفت یا رسول الله، تو پیدا و نهفت هر کجا یابی نمازی میکنی، میدود در خانه ناپاک و دنی. میگه ببین هر جا که پیدا میکنی وقت نمازت باشه یا بخوای وای میسی نماز میخونی، اگه حتی خونه یه آدم ناپاک و یا نجس باشه. مستحاضه، مستحاضه و طفل و آلوده و پلید کرد مستعمل به هر جا که رسید. میگه ببین اگه جایی هم باشه که حالا ناپاک باشه یا طفل ناپاکی باشه یا این چیزا، بازم تو برات فرقی نمی کنه، نمازتو میخون. گفت پیغمبر که از بحر مهان، مهان یعنی بزرگان، حق نجس را پاک گرداند بدان. باز مثل این که اینا اولیا یه سری، این همه ادوانتیج هاشونه دیگه، مثل این میمونه که تالات شده مثلا میریم میلیون مایل کلاب، یا مثلا از این کلاب ها هست، مثلا میگن شما اگه 100,000 مایل با یه چیزی فلای بکنید از این به بعد تو صفای نمیسین، نمیدونم صندلیتون رو اول بهتون میدن. الان هم این برنامه مولوی داره این کلاب اولیا رو داره به ما میگه چه خبره توش. یکی دیگه از این ادوانتیجای این کلاب اولیا اینه که هر جا باشه حق براشون پاکش میکنه. It just allows them to pray. سجدگاه هم را از آن رو لطف حق پاک گردانی تا هفتم طبق. میگه ببین اونجایی که من سجده میکنم تا آسمان هفتم پاکه. یعنی چی؟ یعنی به خودتون فکر بد را ندین، خودتون رو به شک نندازین. Believe in yourself and believe که خدا همیشه شما is watching over you and اون اولیا، نه صحبت اولیا رو میکنه. اولیا میگه ببین ما هر جا من بخوام اونجا رو خدا برای من پاک قرار میده، نه تنها اینجا بلکه تا هفتم طبق، تا آسمون هفتم هم برای من پاکه. بفرم. اولیا یه درجه از انبیا بالاتر. اینو آخه ما 3 هفته پیش خوندیمش این جریانو. اولیا یه جا حالا بخوام باهاش اتفاقا من میخواستم الان هفت آسمون رو چیز بکنم، از یه تعریفشو من دارم همین الان میخواستم. I wanted to go through it. حالا
ولی چون اینو یعنی برای اینکه اینجا ما اینو گفتیم، یه چیزی بود که داستان توتی و بازرگان بود، شما نمیدونم اون روز بودید اینجا یا نه، که ما اینجا اومدیم تو این کلاس صحبت اینو کردیم که میگه خدا گفته که من یه سری اسراری رو با اولیا گفتم، آن دمی که از آدمش کردم نهان با تو گویم ای تو اسرار جان. من پیغمبر یعنی به آدمم اینو نگفتم، آن دمی را که نگفتم با خلیل، به ابراهیمم نگفتم، آن غمی را که نداند جبرئیل، جبرئیلم ازش خبر نداره، آن دمی که از وی مسیحا دم نزد، حق ز غیرت نیز بیما هم نداره. ما به خاطر همین اینو خوندیم، یعنی نیومدیم اینا رو راستش بخوایم طبقه بندی بکنیم، ولی گفتیم که اولیا از قرار معلوم یه نزدیکی خاصی دارن و حالا داریم اونو یه جورایی بررسی میکنیم. اگه خواستید حالا بعداً میتونیم چیز در صحبت بکنیم راجع به آره، اینم ما هنوز کانکلوژن نگرفتیم، فقط الان طبق گفته خود مولوی این جریان رو یه کمی بازش داریم میکنیم. حالا این هفت آسمان رو اگه هستی، خب آره دیگه، بذارید ما تعریف هفت آسمان، هفت یه عدد رمزیه، مثل عدد یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش که هفتش هم چیزی اسما بیارم؟ نه ترس پاک کن این هنر نزد ایرانیان است و بس هم آگه توی چشم اونو پاک نکنی، خیلی مهمه کدومو هنر نزد ایرانیان است و بس حالا هفت آسمان، آسمان برترین، هفتمین آسمان اسمش هست کیوان. در زبان لاتین هم بهش میگن ساترن. در فارسی، یعنی این از چیز اوستایی ما میاد، یعنی آیین اوستایی فارسی میاد که روزش هم روز شنبه است، رنگش هم رنگ سیاه. پس سیاه و روزش هم میشه شنبه. یعنی چی روزش میشه شنبه؟ ایرانیان قدیم این هفت آسمون رو برداشته بودن اینطوری. هفت روزش کردن. چون همیشه رنگ و همیشه نام لاتین و جناب ساموش این همیشه اسم بعد از اون میشه آسمان، اسمش هست هرمز. هرمز اسم لاتینش کی میدونه؟ جوپیتر. آره. لاتینش میشه جوپیتر. رنگش هست ارغوانی. روزش هم هستش روز پنجشنبه. بعد از آن آسمان پنجم آسمان بهرام میشه. روزش و اسم لاتینش هم میشه مارس. رنگش هم هستش رنگ نارنجی. روزش هم میشه سه‌شنبه. از این که شما می‌نویسید ایرانیه، به عربی کار نداره؟ نه، مثلا اسم عربی اینا عربی خوینا. ببینید کانسپت هفت آسمان
یه کانسپت یونیورسال. حالا ما یه انگلش رو الان داریم نگاه میکنیم، یعنی اسمای دیگه هم اینا دارن. من حالا اینو میخواستم با هاتون فیلن شعر بکنم. آره، آسمان چهارم میشه آسمان آسمان چهارم میشه آسمان خورشید. اسمش هم که هست سان، رنگش هم هست طلایی و روزش هم میشه یک شنبه. آسمان سوم میشه آسمان ناهید یا زهره. ببخشید از این هفته، این شیشه، این اینجوری من دارم. آره، پنجه، این میشه چهاره، این میشه سه، ناهید یا زهره، ناهید و زهره، و لاتینش هم میشه وینس. روزش هست جمعه و رنگش هم سبز. آسمان دوم هستش مرکوری یا تیر، روزش هستش چهارشنبه، رنگش هم آبی آسمانی. و آسمان اول هم ماهه مونه و دوشنبه و رنگش هم هستش نمره‌ای. اگه شاهنامه میخونیم، تو شاهنامه خیلی از این استفاده شده، یعنی یه سری از جشن‌ها یا حتی بعضی موقع‌ها رنگ‌ها بستگی داره که چقدر فردوسی دوست داشته اون کاراکتر رو یا اون جریان رو بالا ببره یا بیاره پایین. خب از یه طرف دیگه در حالا وقتی که پیغمبر به معراج میره، معراج هفت آسمانه، درسته؟ ولی مثل اینکه دو تا، یعنی به آسمان نهم پیغمبر میرسه. Am I correct? Am I wrong? از هفت آسمانشون میگذره. اون وقت یه تعریف دیگه داره که بیسیکلی اون تعریف وقت میفته به اون برنامه اولیا و انبیا که چقدر اینا باز نزدیک میشن به خداوند. حالا یه تعریف دیگه هم من یه سری مرحله هم هست از پیر مغان تا انسان، اونم هفت مرحله است که آخرین مرحله که ما بهش میرسیم میشه پیر مغان.
این هفته و اون هفته با هم دیگه کورلیشنی دارم. من اون یاد داشتم و من نمیدونم چرا الان نمیتونم چیز بخاطر این بعد بذارمش برای هفته آینده که چون دقیقا اونو مپ اوتش کرده بودم برای این مپ هست. شما بگید. بله اینا با هم دیگه خان چیز داشتن ارتباط داشتن. بله یعنی پیر مغان دلیل اینکه تو آسمان هفتمه میتونه یعنی توضیح داره یا مرحله قبلش یا اینکه از مرحله اولش بگید. بعد از یه طرف دیگه هم یادتونه که ما هفت درجه عرفان هم صحبت کردیم که آخر سرش به فنا میرسه. اینا همش با هم دیگه یه حالت هایی مفعوت خواهد شد. حالا من فقط اینو بذارید برای امشب باشه. من برای دفعه بعد یواشهاش مرحله ها رو با هم دیگه چیز میکنیم and then eventually we'll map it out. اگه اشکال نداره. حالا شما نظری داشتید راجع به هفت آسمان وقت من قطعتون کردم؟ من حالا تو کلاسی که خودم رفتم نه تو کلاسی که خودم اتند میکردم اونجا بعدم بهتون میتونم بدم. بعد قبل از که شروع کنیم بله با ایشالله شهادت آقای زاوش چون من بچه تایی کلاس و بچه چیز که بچه پوهی یعنی چیزم یه کتابی هست به نام کتاب هفت آسمان. من دادم یه سی جلد چاپ کردن و کلاس آقای بازرگان دادم به هم کلاس ها. بله. یه دونه فرستادم رفته سان فرانسیسکو ندارم. میاد امروز فردا اون با پست فوری اینه میدم چاپ میکنن 120 صفحه است و مشخص میکنه که اصلا نظام ساخت این هفت آسمان که در قرآن 102 تا از آیه ها ارتباط رو اون پیدا میکنه مخصوصا سوره جن سوره 72 و تا اون آدم متوجه نشه فکر میکنه که این 102 تا آیه رو یاد گرفته. این دفعه اگر ایشالا توفیق میشه کپی میکنم میگیرم هر چقدر هم پول شد دو برابرش از شما ها میگیرم بعد میارم میدم خدمت شما چون این آیه سلامت باش خیلی من باشه بسیار مفیده. ببخشید ساخت زمین و این کرات دیگه که ساخته شده در مقابل نظام ساخت هفت آسمان در قرآن با توجه به اون 102 تایه اصلا شگفت انگیز. حالا اگه ممکنه اول پس بذارید من یه مرور بکنم بعد حتما من خیلی ممنون. آره پس میگه سجدگاه سجدگاه همراه از آن رو لطف حق پاک گردانی تا هفتم طبق هان و هان ترک حسد کن با شهان. به ماها داره میگه شهان هم اینجا اولیا میگه هان و هان ترک حسد کن با شهان ورنه ابلیسی شوی اندر جان. میگه ببین ابلیس کسی بود که حسد کرد شیطون نشد کو اگر زهری خورد شهدی شود. میگه ببین این شهان اگه زهر خورن اگه پویزن بخورن این میشه اثر. چرا؟ به خاطر اینکه اینا با قواعد فیزیکی ما کار دیگه نمی کنن. کو اگر زهری خورد شهدی شود تو اگر شهدی خوری زهری بود. اگه تو شیرنی بخوری اگه قند داشته باشی واسه زهره ممکنه نمیدونم هزار تا بلا ممکنه سرت بیاد. کو به دل گشت و به دل شد کار او لطف گشت و نور شد هر ناره. میگه اون بدل گشت مذارم راست میگه کو بدل گشت و بدل شد کار او لطف گشت و نور شد هر ناره. این تبدیل شدن اولیاست.
قوت حق بود مر بابیل را، ور نه مرغی چون کشد مر پیل را. داستانی راجب قوم بابل که کسی بوده که اونجا از اولیاشون بوده و یک حالا هر جوری بوده، این طرف قابلیت اینو داشته که چیزی رو این برون بر بکنه. ببخشید، داستان بگو. نه 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 مرغان با سنگ اومدن ولش حمله کردن به پیل ها. نظرت آیه قرآن هم هست. مرسی. قوت حق بود مر بابیل را، ور نه مرغی چون کشد مر پیل را. حالا صحبت چون کشد مر پیل را، حالا صحبت سر اینه که همه اینا با امر حق با خواست خدا کار میکنه. سنگریزه داشتن تو نوکشون و رها میکردن و این سنگریزه ها از فرق سر تا پایین پای طرف میومد. بعد حالا یه جورایی مولوی میخواد اینجا بگه این چیزها رو شوخی نگیرین، دست کم نگیریدشون. لشکری را مرغکی چندی شکست، تا بدانی کان صلابت از حق است. صلابت یعنی قدرت. میگه ببین چند تا مرغ تونستن یه لشکر را از بین ببرن، ولی باید بدونی اینا از طرف از حق. They were connected. That's why they could do it. گر تو را وسواس آید زین قبیل، رو بخوان تو سوره اصحاب. میگه اگرم باور نمی کنی برو سوره اصحاب فیل رو بخون. برکنی با او مرا و همسری، کافرم دانگر تو زیشان سربری. میگه ببین اگر با این اولیا بودی و تونستی باهاشون رفت و آمد کنی، حواست باشه از خلوص نیتشون، از خاضع بودنشون، از افتادگیشون یه موقع سوء استفاده نکن. کافرم دان گرتو زیشان سربه. یه موقع حواست باشه، ادب داشته باش با این. برای این نکته داستان بعدی رو داره میگه. صحبت هنوز راجع به اولیاست. موشکی در کف مهار اشتری، در رو بود و شد روان او از نری. شتر رو وقتی بخوان این بر اون بر ببرنش، برمیدارن یه حلقه میکنن تو نوک دماغش که بتونن راحت بکشنش این بر اون بر. این تناب این یا این چوب این میفته دسته یه موش. So it's a camel and a mouse, right? اینم مهارش شتر افتاده حالا دسته این موشه. اشتر از چستی که با او شد روان، موش قره شد که هستم پهلوان. شتر از رو افتادگی و بزرگیش میگه اوکی بذار هر جایی میبره ما میریم. موشه میگه ببین من چه پهلوانی هستم که این شتر رو دارم میکشم با خودم. بر شتر زد پرتو اندیشه اش، گفت بنمایم تو را چون باش خش. شتر با خودش فکر کرد، گفتش که بالاخره رسوا میشی، ولی حالا الان خوش باش. تا بیامد بر لب جوی بزرگ، کندرو گشتی زبون پیل ستون. رسیدن به یه جو، جوی بزرگی بود و آبم روان و یعنی آدم گنده میخواست که از این رد شه. موش آنجا ایستاد و خوش گشت، گفت اشتر ای رفیق کوه و دشت، این توقف چیست؟ حیرانی چرا؟
هابن مردانه اندر جو درا. موشه رسید به اونجا. He can't go on anymore, right? وایساد و خشکش زد. شطورم میگه ببین چی شده خشکت زده. برو برو بریم. تو قلاوزی و پیشاهنگ من در میان رحمه باش و تن مزن. میگه تو جلودار منی، راهنمای منم تویی، حالا دیگه الان گیواب نکن. قلاوز یعنی کسی که جلودار شطور است. گفت این آبش این آبش این آب گفت این آبش شگرف است و عمیق، من همی ترسم ز غرقاب. این رفیق موشه میگه بابا این که خیلی آبش زیاده، من میترسم غرق شم این تو. گفت اشتر تا ببینم حد آب، پا در رو بنهاد آن اشتر شتاب. گفت تا زانوست آبه کور موش، از چه ایران گشتی و رفتی ز بوش. شطوره میگه بذار من ببینم این چقدر این آبش. پاشو میذاره میگه بابا تا زانو بیشتر آب نیست، خبری نیست که چرا ترسیدی. گفت مور توست و ما را اجده هاست، که ز زانو تا به زانو فرق هاست. موشه بالاخره اعتراف میکنه دیگه ببین این وسط تو این عینن یه مورچه اینو نگاه میکنی، برا من یه اجده هاست این. از زانو تو تا زانو من کلی راست. گر تو را تا زانو است ای پر هنر، مرمرا صد گز گذشت از فرق سر. میگه اگه مال تو تا زانوت این آب، مال من گز مثل یه واحد متری بوده، حالا یه متر بوده، یه چهار وجب بوده، چقدر بوده؟ 104 سانتی متر. مطمئنی؟ والا اونجوری که ما خودم گز 104 سانتی متر پارچه فروش استفاده میکرد. به هر حال میگه ببین این وسط مرمر را صد گز گذشت از فرق سر. میگه از فرق سرم یه عالمی میگذره. گفت گستاخی مکن بار دیگر، تا نسوزد جسم و جانت زین شرر. تو مری با مثل خود موشان بکن، با شطور مرموش را نبود ساخن. اینجا شطوره میگه ببین تو برو با همقدر خودت شروع کن چیز کردن، با شطور که نمیتونی چیز کنی. حالا اینجا نشونه از اون اینه که داستان قبل میگفت اگه با اینا یه موقع همسر شدی با اولیا حواست باشه، افتادگی تو از دست ندی، یه موقع جلوشو تکبر نکنی. اینا آدم های افتادهی هستن، اینا آدم های خازه‌ای هستن. گفت توبه کردم از بحر خدا، بگذران زین آب مهلک مرمرا. موشه هم اونجا توبه میکنه، میگه به خاطر خدا توبه میکنم، تو رو خدا من از این آب بگذرون. رحم آمد مرشتر را گفت هین، برجه و بر کودبان من نشین. کودبان یا کودبان اون چی روی کوهان شطور میندازن، یه پارچه چیزه و اینا. میگه که پاشو بیا بالا، بیا بشین روی این. گذشتن شد مسلم مرمرا، بگذرانم صد هزاران چون تو را. شطوره میگه کار من اینه که صد هزار آدم مثل تو رو من از اینجا رد کنم. این تو حیطه قدرت من هست. صحبت از شطوره نیستا، حواستون باشه، صحبت از شطور نیست. چون پیامبر نیستی پس رو به راه، تا رسی از چاه روزی سوی جاه. میگه ببین اگه پیغمبر نیستی، یا اینکه اگه یعنی اهل، یعنی اگه مثل شطور نیستی، یعنی اگه بزرگ نیستی، اگه به بزرگیت نرسیدی، یه جورایی میگه ببین با خودت یکی باش، حداقل خودتو گول نزن. اگه با خودت نرسیدی چون پیامبر نیستی پس رو به راه، پس ببین برو و
دنبال روی یکی از این پیامبرها بشو، بهش نزدیک بشو، رو به راه، تا رسی از چاه روزی سوی جاه، تا از این چاه خودبینی در بیای به یه مقام بالای برسی روزی. همه اینا برمیگرده آخرش ولی به خودشناسی، درسته؟ خودشناسی اون محکی که ما داریم که بتونیم چیزا رو چجوری میسنجیم. تو رعیت باش چون سلطان نی، خود مران چون مرد کشتیبان نی. میگه ببین رعیت باش، اگه سلطان نیستی بفهم، کپاسیتی خودتو دریاب. اگه سلطان نیستی رعیت باش، خود مران چون مرد کشتیبان نی. همینجور نشین توی کشتی اگه بلد نیستین تو این دریا برونی. چون نی کامل دکان تنها مگیر، دست خوش می باش تا گردی خمیر. یه جور دیگه بگم، قبلنا می گفتن اگه می خوای بری یه مغازه باز کنی اول برو شاگردی بکن بعد برو مغازه باز کن. میگه اگه کامل نیستی، اگه بلد نیستی، if you don't know، همینجوری نرو یه جایی باز کن. دست خوش یعنی دست آموز، برو یه جا تعلیم، یه اوستا باید داشته باشی. قبلن هم طرف میرفت شاگردی یه اوستا رو میکرد که اوستاش بعد میگفت آره حالا برو دنبال کار خودت. انستو را گوش کن، خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش. اینم که الان چند دفعه اینو تا حالا گفته به ما که ببین حرف نزن گوش کن، بشنو از نی چون حکایت میکنن. درسته؟ انستو هم برای چندمین بار یعنی اینجا صحبتشو کردیم، اون آیهیه که میگه وقتی قرآن تلاوت میشه گوش کنید، حرف نزنید. دلیلش اینه گوش کنید تا بتونید یاد بگیرید حرف بزنید. بعدش داستانه بود، میگفت بچه اول میخواد وقتی میخواد یاد بگیره حرف بزنه اول گوش میکنه تا یاد بگیره چجوری سخن بگه. ور بگویی شکل استسفار گو، با شهنشاهان تو مسکین وار گو. میگه اگرم حرف میخوای بزنی سوال کن، استسفار یعنی سوال کردن، ask questions. ور بگویی شکل استسفار بود، با شهنشاهان تو مسکینوار بود، با کمال خضوع، با افتادگی بپرس. ابتدای کبر و کین از شهوت است، راسخی شهوتت از عادت است. میگه اگه تکبر داشته باشی، کینه توزی داشته باشی، خودبینی داشته باشی، اینا همش از شهوت میاد. مرسی. من بعد اون جوابو بدن یکی دیگه. خدا. من اون دل دو دست. پول بدین من میدن. ابتدای کبر و کین از شهوت هست. راسخی شهوتت از عادت هست. راسخی هم یعنی استواری. محکم شدنه. شهوت به خاطر اینه که you keep doing it، عادته. It comes from bad habits. چون ز عادت گشت محکم خوی بد، خشم آید بر کسی کت وا کشد. اخلاق بدت به خاطر عادت بدت به وجود میاد. چون ز عادت گشت محکم خوی بد. عادت بد داری، همینطوری هم انجام میدی، اخلاق بدت به وجود میاد. خشم آید بر کسی که تو واکشد. اگه هم یه کسی بیاد بهت بگه بابا این اخلاقت بده، عصبانی میشی، دنیا رو بنده نیستی دیگه. چون که تو گل خار گشتی، هر که او واکشد از گل تو را باشد عدو. گل نمیخوری، گل داری میخوری. گلی که داری میخوری چیه؟
اون گلیه که از کبر و کین به وجود اومده و اسمش رو گذاشته شهوت. خیلی هم محکمی توش به خاطر اینکه عادت کردی بهش. حالا یکی میاد بهت میگه ببین گل نخور، بدت میاد، تازه دشمنت میشه، باش دشمنی میکنی. بت پرستان چون که خوب با بت کنند، مانعان راه بت را دشمنند. مثال میزنه اونایی که بت میپرستن راه حق رو نمیرن، حق رو گم کردن. اگه یکی بهشون بیاد بگه این بت پرستی اشتباست، باهاش دشمنی میکنن. چون که کرد ابلیس خوبا سروری، دید آدم را حقیر از خری. یه اتفاق دیگه هم که میفته، چون اینا خیلی خودبینن، خودشون رو سرور میدونن. مثال شیطانه. شیطان خودشو به عنوان سرور، بالاترین فرشتگان خودشو میدونست. چون که کرد ابلیس خوبا سروری، دید آدم را حقیر و مسخری. نتونست درست بفهمه آدم کیه، محکش هم درست نبود، شناختم نداشت، با آدم بد شد. که به از من سروری دیگر بود، تا که اون مسجود چون من کس شود. اینجا بود که از سوال، یعنی یه کسی از من بهتر به وجود اومده که من به اون بعد حالا سجده کنم. سروری زهر است جز آن روح را، کان بود تریاق لانی ز ابتدا. دو سه تا داستان پیش مولوی از این که یه موقع آدم معروف بشه، از این که خیلی زیادی معروف بشه، میگه نباش، بهتونه صحبت مونم. اینم حالا اینو داره میگه، این بزرگی سروری که بناش از خودبینی و شهوت و این چیزاست، میگه ببین سروری زهر است جز آن روح را. جز آن روح یعنی مردان الهی. میگه سروری برای همه زهره، به جز برای مردان الهی، برای بزرگان، برای انبیا، برای اولیا. سروری زهر است جز آن روح را، کو بود تریاق لانی ز ابتدا. تریاق لان یعنی لانه تریاق، یعنی لانه پادزهر. خب میگه این انبیا و اولیا لانه پادزهرن، لانه تریاق لانن، یعنی اینا میتونن زهر رو شفا بدن. کوه اگر پرمار شد باکی مدار، کان کوه بود در اندرون تریاق زار. این یه سری کوه ها رو میگن توش پر مار، یعنی بعضی از کوه ها یه سری مینرالی توش به وجود اومده که این مینرال خودش پادزهره. و یکی از جورایی که میگن اینا به وجود اومده و درست شده اینه که مار زیاد بوده تو این کوه ها و این مارها زهراشون بعد به پادزهر تبدیل شدن. میگه این اولیا یه همچین چیزی، اینن یه کوهی هن که پر مار بودن و این مارها در درون اونها تبدیل به پادزهر شدن، زهر ندارن. سروری چون شد دماغت را ندیم، هر که بشکستد شود خصم قدیم. میگه این سروری وقتی که غرور تو رو بالاتر میبره، همینطور بزرگتر و بزرگترت میکنه، سروری چون شد دماغت را ندیم، هر که بشکستد شود خصم قدیم. اگه یک کسی هم بیاد بهت میگه بابا اشتباه کردی، دیدی تا حالا یاسه آدم ها رو بهشون نمیتونی بگی اشتباه میکنی، چه اتفاقی میفته؟ سریع دشمنش میشی. اینا چی میگه؟ هر که بشکستد شود خصم قدیم، دشمن دیرینت هم میشه. چرا؟ فقط بهت گفته بابا اینجا ممکنه اشتباه کنی. چون خلاف خوی او تو گوید کسی، کینه ها خیزد تو را با او بس.
اگه خلاف این اخلاق تو کسی حرف بزنه باهاش بد میشی تا خدا بده که مرا از خوی من بر میکنن خیش را بر من چو سرور میکنن بر که مرا از خوی من بر میکند خیش را بر من چو سرور میکنده فکر کنم آره که مرا از خوی من بر میکند خیش را بر من چو سرور میکند یعنی میگه من اخلاقم بده داره به من میگه بر کردن یعنی که میگی که change it تغییرش بده خیش را بر من چو سرور میکند یعنی خودشو میخواد حالا بالای من بذاره یعنی میگه من اخلاقم بده حالا میخواد من بالای اون باشم چون نباشد خوی بد سرکش درو کیفو روزد آن خلاف آن خلاف آتش درو بیت قبلی من فکر میکنم خانم گفتن برمیکنه خب بر من پس ترجمهش کنید به من بگید چی میگه من از خوی من برمیکنه یعنی خوی منو داره از من جدا میکنه اوکی یه کاری که تو میکنی بلد مرسی. منو داره از عادتم داره جدا میکنه مرسی اوکی اونم میشه خیش را بر من چو سرور میکند او وقت یا میکند چون دوتاش به هم باید یه جورایی بخوره یعنی من چکم کردم آره. بالاخره معنیش تقریبا یکیه درسته مرسی چون نباشد خوی بد سرکش درو کی فروزد آن خلاف آن خلاف آتش درو با مخالف او مدارایی کند در دل او خیش را جای کند میگه ببین یه موقع هم هست این آدمایی که خیلی تکبر دارن و اخلاق یعنی حالا صحبت اون خوی بده یعنی کسی که نه حاضر به اولیا احترام بذاره نه حاضر و یه خوی بدی راسخ شده توش یعنی استقامت آورده به خاطر اینکه این عادت کرده بهش حالا میگه یا اینکه برمی‌داره باهات دشمنی میکنه یا اینکه کار دیگه میکنه میاد دشمنی باهات نمیکنه سعی میکنه یه جوری دلتو به دست بیاره چرا با مخالف او مدارایی کند در دل او خیش را جای کند که بیاد یه جوری تو رو بکشونه توه گروه خودش یا تو این اخلاق خودش یا با خودش موافقت رو بگیره زان که خوی بد بگشت است استوار مور شهوت شد ز عادت همچون مار این اخلاق بدش انقدر محکمه که یه دونه مورچه شهوت الان مثل مار میمونه واسش انقدر بزرگه مار شهوت را بکش در ابتدا ورنه اینک گشت مارد اژدها میگه اگه مار شهوت رو همون موقع نکشی حالا چجوری بفهمی مار شهوت تو داره به وجود میاد همه این صحبت هایی که تا حالا مولوی کرده همه این محک هایی که داده بهمون همه این چیزهایی که نسبت بهش باید آگاه باشیم مار شهوت را بکش در ابتدا ورنه اینک گشت مارد اجدها لیک هر کس مور بیند مار خیش همه دست کم میگیرن این مارشونو یعنی به من اتفاق واسه من نمیفته همه میتونه ولی من نیستم اینجا لیک هر کس مور بیند مار خیش تو ز صاحب دل کن استصفار خیش استصفار یعنی حقیقت خواستن از یه کسی بپرسی که راستشو به هم بگو میگه ببین برو یه صاحب دل رو پیدا کن و به اون صاحب دل بگو به من راستشو بگو ولی باید آمادگی پذیرش اینم داشته باشی یه جورایی میگن انتقاد پذیر باید باشی تا نشد زر مس نداند من مسم میگه ببین تا موقعی که مس زر نشه خبر نداره مس بوده یعنی باید یه آمادگی داشته باشی باید بخوای خودش باید تو وادی طلب باشی باید بخوای که زر بشی تا نشد زر مس نداند من مسم تا نشد شه دل نداند مفلسم
میگه تا موقعی که پادشاهی خودش نرسیده نمیدونه مفلس بوده، نمیدونه حقیر بوده، تو اون حقارت فکر میکرده پادشاهست. خدمت اکسیر کن مسوار تو، جور میکش ای دل، جور میکش ای دل از دلدار تو. اکسیر اون ماده‌ایه که میتونه کیمیاگری کنه، یه زر و مس بکنه و برعکس. جام؟ فقط یه وریه، برعکس نیست. نفهمیدم. مس و زر میکنه. مس و زر میکنه. من اشتباه گفتم زر و مس میکنه. آبه بخش. معذرت میخوام. خدمت اکسیر کن مسوار تو. یعنی ببین همش مس باش، همش هی بیشتر بخواه، بیشتر بخواه. این زر بودن تو بیشتر باید بخواش. جور میکش ای دل، جور میکش ای دل از دلدار تو. میگه اگه دلها اذیتت کردن جورشون رو بکش، بردباری کن باهاشون، به خاطر اینکه دنبال اون زر شدن خودتی. کیست دلدار؟ اهل دل نیکو بدان، که چو روز و شب جهانند از جهان. میگه دلدارا کیان؟ میگه ببین